سلام خانم آقایان، وقتتون خوش. اینجا در ایران ساعت 2:45 دقیقه بامداد امروز 16 مهر 1403 هست، مصادف با 17 اکتبر. این صفحه که می‌بینید صفحه گوشی منه. اینجا دوستان نزدیکترین جایی هستش در اینجایی که دارید می‌بینید، چه در آپارات، در یوتیوب، در سلسله ویدیوهایی. بنده می‌خوام اینجا ترند هایی که اتفاق می‌افته رو بیام اینجا بررسی بکنم، ببینم که اینقدر وقایع در سطح خاورمیانه و جهان و ایران، سرعت وقایع زیاده، چه در موضوعات ورزشی، سیاسی، هنری، غیره. بعد آنلاین گفتم نزدیکترین کاری که بتونم بکنم این گوشی منه که اینجا میرورش کردم. خب میرور کردم و هر لحظه ای ساعتی اینا میخوام از کمک گوگل ببینم که به چه صورت هست. پس میتونید دنبال بکنید این سلسله ویدیوها رو، هم نمیدونم اسمش چی بذارم، ترند های امروز ایران. بعد اگه خیلی وقایع دیدم سرعتش بیشتر میشه، هر چند ساعت یه بار برگزار کنم تا اونجا که حوصله‌ام بیاد. بعد سایت من درست که چی، ببخشید، چنل در تلگرام و اینا برای افرادی که مثلا همین موضوع سوشال مدیا فعالیت میکنن، و قبلا چیزای فوروارد میکردم مال همین سایت فیلو بود. حالا میخوام بگم الان اورگانایز تر بشه بیشتر، یه جنبه آموزشی هم داره برای افرادی که میخوام ببینن چه موضوعاتی مورد توجه هست. و تا اونجایی که قوانین اجازه بده من اینا رو نشان میدم، هر جایی هم من خودم صلاح بدونم نشون نمیدم. اینجا درگاه آزاد اطلاعات نیست که بخواید بیاید کامنت بذارید و اینا، نه، اینجا من دیکتاتور کامل هستم. چون این پلتفرم برای خودمه، موبایل و همه چی، لپتاپ و اینا هم میگردم، میکروفون. اینجا مثلا صدا و سیما و تلویزیون بی بی سی اینا نیست که شما حق این داشته باشید که اعتراض بکنید، نه، حق اعتراض نداره. خب این دیسکلیمر رو گفتم، ولی خودش اگه لطف بکنید بگید که پیشنهاد بدید که این تصاویر رو به صورت اینجوری میبینید مستطیله. خب مستطیل توی آپارات راحت‌تر، ولی برای یوتیوب سخته. یوتیوب اگه بتونم این تصویر رو مثلا در قسمت‌های بعدی اینجا بیارم که توی گوشی معلوم بشه راحت‌تره. لطفاً اینو اگه امکانش بود لطف کنید در این باره کامنت بذارید، بگید که این سبک مثلا خوب است یا نه. ولی امتحانی دیگه، نسخه پایلوتش هست، پایلوت. خب سرچ الان 2:49 دقیقه بامداد هست. ما یه بار رفرش بکنیم. مهمترین من خدا شاهد خیلی این موضوع اصلا نمیدونم، امروز اصلا کار داشتم تو باغ نبودم، ولی خب چون حواشی هستش در منطقه اخبار دنبال میگم. خب تراکتور مقابل فولاد، حسین خانساری، حمله اسرائیل به ایران امشب، نشان فتح، حیفا، رئال سوسیدادی ورزشیه مقابل بارسلونا، اینا هست، لغو پرواز ها، حمله اسرائیل، محمد وقتی. بعد چین و انگلیس داخل ایران یکی اینجور افراد 5000 نفر اینو سرچ کردن. چیه؟ آلاوز ویت. من متاسفانه از ورزش فقط اینقدر سر در میارم که طرفدار تیم آلمینیوم مراکش هستم. شوخی کردم اینجا در مورد موضوع فوتبال هم میشه میونجا با چند تا از اقواممون من تحلیل فوتبال هم میکنیم. خب اولین موضوع، ببین بالاترین چیزی که هست تراکتور مقابل فولاد هست، همینجوری میبینید دومیه. خب ولی این موضوع سردار تنگسیری من نمیدونستم واقعا چیه. همین 2 دقیقه پیش باز کردم دیدم که ایشون فرمانده نیرو دریایی یکی از نیروهای نظامی ایران هست، اظهار نظر داشته 6 ساعت قبل خبر آنلاین، همینجوری که میبینید پایینش مال مهره و در واقع اینترنشنال اینا رو گذاشته. حالا ما میخوایم ببینیم که اهمیت این موضوع اینه که اینجا به شما یه پنلی، این قسمت اینجا میتونید بگید که بر اساس چه چیز به شما نشون بده اینو، حجم در واقع چقدر سرچ شده یا چه موضوعاتی که داره ترند میشه یا بیشترین سرچ داشته. حالا من این نسخه گوشیشو الان دیدم، ولی اگه بشه توی لپتاپ باز بکنم اینو فرقش چیه. خب ما به ترتیب میبینیم دیگه. آقای سردار تنگسیری ببینم که، خب این مال خبر آنلاین رو میبینیم دیگه، چقدر تبلیغات داره این سایت ها. خب فرمانده نیرو دریایی، من اسم اون گروه نیروی نظامی خاص رو نمیارم بقدر حساسیت هایی که سایت یوتیوب داره، و به همین دلیل رو بعضی خبرها رو هم باز نمی کنم، بعضی خبرها هم به دلیل اینکه قوانین در ایران اجازه نمیده بهشون به نمی پردازم. خب ببین آقا جان، اینجا در واقع ایشون اظهار نظری داشته در مورد موضوعاتی که مربوط به منطقه فلسطین هست که در تصویر میتونید ببینید. این خبر در حال ترند شدن در ایران که میتونید بیت بخونید دیگه به حال. خب موضوع بعدی با تراکتور مقابل فولاد. دیروز من پرسپولیس و استقلال اومدم اینجا در موردش ویدیو ضبط کردم. پرسپولیس و کجا بود؟ چادرملو. استقلال بود و هوادار. زیاد بازدید نداشت دیگه، حالم گرفته بود. امروز درباره بود ورزشی نپرداختیم. خب دیشب هم زلزله اومده بود تهران، بهش پرداختیم. ببین 50000 سرچ داشته، 50000 سرچ داشته، سایت گوگل اعتماد بالای 50000. تراکتور مقابل فولاد، حالا نتیجه چی شد؟
2-1. پس جدول لیگ برتر اگه ببینیم الان فولاد این اومده بالاتر، فکر کنم تراکتور پنجم ششم بود. خب گل محمدی گفته اخراج بازیکن نمیخوام به دلیلشو بدونیم. آها آقای بیران بندم راستی دوستان جریمش حکمش اومد و محکومیتش هرسی، بعد گفت من پرداخت نمی کنم، بعد حالا قرار شده نمیدونم احضارش کردن یا هرچی. ببین چیزایی که نزدیکش هم سرچ شده اینا کنارش نشان میده. خب حسین خانساری چیست؟ حوزه خبری بوده جدا ورزش. خب برای خانواده ایشون آرزوی صبر داریم، ببینیم که اقتصاد نیوز در این باره چه گفته است. 15:07 این خبر منتشر شده. آها در خارج بوده ایشون. خب ایشون از دنیا رفتن و برای ایشون آرزوی مغفرت و برای خانواده ایشون آرزوی صبر. خب حمله اسرائیل به ایران امشب، حالا یه مدت حمله ایران به اسرائیل و الان حمله ایران. مردم همش دنبال این حواشی که نیست، این واقعیت میدانی هست. ولی خب چون که اینجا نگران نباشید، این چیزایی که با به ذهنمون میرسه، خب که ممکنه اینجا بمبارون بشه، ممکنه اونجا خرابکاری بشه، اینا همه به ذهن مثلا نیروهایی که مسئول امنیت و مسئول نظامی هستن هم میرسه. خب ما آنچنان نابغه نیستیم، پس اونا در نظر میگیرن همه چیو. خب نشان فتح هم که مربوط به آقای حاجی زاده، سردار حاجی زاده نشان فتح گرفتن به همین دلیلی که الان اشاره کردم. خب حیفا هم همین 2 ساعت قبل در واقع اون اقداماتی که افراد لبنانی و فلسطینی انجام دارن میدن انجام گرفت، بازم توی خبر من دیده بودم. خب رئال سوسیداد مداد مقابل اتلتیکو، امکان آنچنان که میبینید برنده شده رئال، این اون رئاله نیستا. لغو پروازها هم اینجوری نبود، برقرار شد دوباره. من جزئیاتش رو در لینک خواهم گذاشت چون دنبال میکردم. خب فوتسال برزیل و آرژانتین، سید حسن خمینی من دیدم مسابقه شده خوبی بود. واقعا آدم انتظار نداره از آقای سید حسن خمینی همچین مطالبی بگه، ولی جالب بود، خیلی سرسخت و قوی صحبت کرد. خب استین ولو من چیزی که دارم میبینم بیشتر ایران یا موضوعات ورزشی، همین الان متوجه شدم موضوعات اینا میگم این بر اساس آی پی آی داخل ایران هستش. ممکنه ایرانی ها مثلا با چه میدونم بعضا برخی افراد با مثلا فیلتر شکن و اینا واسه بشن، اون از جای دیگه کاری شدن، ولی داخل ایران از طریق آی پی آر رو چون سایت گوگل میدونه آی پی آر مثلا به چه صورت هست، لوکیشن ها رو داره، در واقع فقط برای ایران رو داریم الان میبینیم. داخل ایران آدم ها بیشتر همین الان، یعنی میشه بشه کیس جامعه شناختی هم هست این ویدیو من، افراد بیشتر مثلا این چه موضوعاتی دنبال که همین موضوع فلسطین و اینا رو بیشتر دنبال کردن و بیشتر موضوعات ورزشی. الان ببین من چند تا چیز دارم خونم، 1 2 3 4 از 10 تا 5-6 تاش موضوع فوتبال و همین موضوع مسائل فلسطین. خب آنچنان که میبینید بازم ادامه داره. آیا عطاالله مراجعانی هم داره توییتی خوبی زده بود، یعنی اظهار نظر جالب. آیا یه هنری دیدم، آقا چه عجب سریال توبا قسمت 52 همین منتظر هم. آقا چرا درباره موضوعات هنری چرا کسی سرچ نکرده؟ ایران کنسرت جالبه، یه عده مثلا موضوعات فلسطین سرچ میکنن، همزمانی عده ایران کنسرت، یه عده سریال توبا قسمت 52 تلویزیون. جامعه جالبیه. خب همین بود. حالا من برای اینکه الان این آنپردیکتبل یه مقدار این برنامه، من خب به جای اینکه بذارم مثلا یه بار رفرش بکنم مثلا میدونم ریلیت با اساس ببینیم که هشتگ و اینا چی بوده، این کاملا به صورت کارگاهی و اولیه من به قسمت پایلوتش هست، یه بار من امکانات دیگرش رو هم استفاده میکنم و به قسمت های بعدی رو زبکار. پس اگر خوشتون اومد لایک بکنید یا یه کامنتی چیز بنویسید، یا مثلا بنویسید بد بود یا چقدر خوب بود یا چی، مثلا کجاش خوب بود کجاش بد، مثلا چه چیزی رو اضافه کنیم بهش خوبه، آیا من مثلا سایتم بیارم کنارش تصویر نشون بدیم
یا چی. اما در این لحظه ساعت 2:57 دقیقه بیشترین چیزی که داره الان ترند میشه این موضوعات هست در داخل کشور ایران. خب همین بود فعلا همگی. خب هر نظری داشتید بنویسید در مورد من. فعلا همگی خدا نگهدار.